بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل خداوند ارواح طیبه شهدا، امام امت، علمای ربانی که ما رو راهنمایی کردن، سر این سفره آوردن، نشوندن، همشون به ویژه مرحوم آیت الله حق شناس رو غریق بهار رحمتش کنه، صلوات دیگری مرحوم ما لنگ لنگان به شوق کتاب خدا هر روز چند جمله‌ای در کنار یک آیه مبارکه قرآن کریم می نشینیم و در محضر کتاب خدا هستیم. مختصراً عرض کردیم کتاب خدا برای کسی که بخواد مطالعه ساده کنه، خدا انشاءالله به ما مفسر حقیقی و لب به کتاب ترجمان وحی حضرت حجت رو برسونه. یه روز بلکه روزهایی در محضر حضرت پای منبر حضرت بنشینیم انشاءالله. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. ما حالا دیگه لنگ لنگان از باب این که فقط خواستیم در محضر قرآن کریم باشیم چند جمله ای عرض میکنیم. محضر شما عرض شد در روزهای گذشته که کتاب خدا یک کتاب زندگی برای همه است. جوری مطالبش رو بیان میکنه که انگار برای من نازل شده، اختصاصی، همونطور اختصاصی برای شما، برای شما، برای شما، برای اون خواهر، برای این برادر. فصل بندی نداره، ساعت بندی نداره. ایناشو اگه آدم بدونه با دقت بیشتری، با توجه بیشتری، با تعظیم بیشتری می نشینه پای کتاب. فصل بندی نداره مثل کتاب درسی که این بخشش سطح یک مال دبستانه، اون یکیش مال دوره متوسطه اوله، این قسمتش دانشگاهیه، اینش مال نخبگانه، اینش مال انبیاست. همونی که مخاطبش حضرت بقیت الله الاعظم هست، خود حضرت ختمی مرتبت هست، خود امیرالمومنین هست، اینم از کرم حضرت حقه. رده بندی میکرد. یکی از چیزهایی که شاید بشه ذوقی از این برداشت کرد اینه که کلاس درس وقتی میگذارن خوب نیست که بچه ها رو توش جدا کنن، بگن کلاس الف برای بچه های معدل بالای فلان، کلاس ب برای بچه های فلان. تجربه هم نشون داده مدارس تیزهوشان خاصی که هست، بسیاری از اینها مشکلات حاد روانی بعدن پیدا میکنن، چون با عشقی نمیتونن زندگی کنن،
چون ریاضی خوبی داره فکر میکنه تو همه چیز خوبه، در حالی که تو اولیات بعضی چیزها از بقیه عقبتره. اون دیگری ادبیات خوبی داره تو چیزهای دیگه عقبتره. یه حس خود برتربینی باعث میشه که چه بسا بعدن تو ازدواجش هم مشکل میخوره، فکر میکنه تو همه چیز نبوغ داره. اون کسی که در همه چیز برتره اون رسول اکرمه، نه حالا من که یه انتگرال بیشتر از اون یکی بلدم یا اون که یه سینماتیک بیشتر از من بلده. این یه ذره فیزیک میدونه، اون یه ذره شیمی میدونه. این که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، استثناء نکرده خدا نسبت به علم باری تعالی. همه انسان ها بی سواد ناچیز دانن، چون بی سوادی هم مقوله به تشکیک دیگه. هر سال این سازمان ها برمیدارن برای بی سوادی شرط میذارن، از قبل بیشترش میکنن. یعنی امسال با تراز سواد امسال با سواد 5 سال پیش بی سواد محسوب میشه. هیچ کی سوادی نداره پیش حضرت حق. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خدا این کتابی رو که برای ما فرستاده همون کتابی است که برای زندگی پیغمبر اکرم کفایت میکنه. بعد به منم داده همونو بخونم، این از کرمشه. ما رفقایی داشتیم شاعر برجسته بودن، به هر کسی نمیداد شعرشو نگاه کنه، چون شعر ممکن توی جلسه بخونن. به روزخون اول تهران میداد مثلا اگر میخواست بده، خرابش میکنن، شأنش عجله. یا حالاتی دارن بعضی از اولیای خدا، اینا حرف نمیزنن با کسی که بیاد با من بشینه راجبه که گوش کیلو چند شده، چنجه بخوایم بخوریم از کجای گوسفنده. منم خیال میکنم اینم مثل منه. نه خیر، اصلا راجب اون مباز حرف نمیزن، بحث رو عوض میکنن. یه وقتی یه نفر رو برده بودن یه جای مهم میرفته بود، مدعی کرده بود، حالا یه وقتی که میگم بود خودم بودم ولی حالا دیگه میخوام یه جوری آدرس بدم معلوم نشه. دیگه آقا افتاد سر زبونها و یه شهرت ناگهانی 2-3 روزه خدا بهش داد، که البته یه ابتلاء سنگینه. آقا فلانی رفته بیت خونده، بار اول بود، خیلی هم اقبال شدید شد پیش یه ولی خدا. او گفتش که او برای این که میخواست به این توجه بده که این عناوین 2000 نمیارزه، فهمود که قیمه هم دادن اونجا. گفت نمیدونم آجا، گفت قیمه های خوبی میدن. یعنی این که دنبال این بازی ها نرو، این عناوین عنوان کشکه. دوباره دفعه بعد که رفتیم گفت بالاخره قیمه دادن یا نه. همون جور که برای یه نفر بره توی مثلا امروز ما اومدیم جلسه توجه نداریم که امروز قضا میدن یا نمیدن، قیمه میدن یا نمیدن. میخواست بگه اینو ملتفتی که در برابر جلسه اهل بیت مهم نیست، اونم همینقدر بیهمه تو توهم ورد داشته که فکر میکنی مهمه. غفلت هم همینه که من زوم میکنم مثل این دوربینا که یه نقطه رو زوم میکنن، به اون زیادی که توجه میکنه از بقیه فارغ میشم. قرآن کریم یک کتاب برای همه با هر استعدادی. اگر من خودم عرض میکنم اگر من نمیتونم مخاطبش باشم، باید خودم به دکتر نشون بدم، هم به دکتر معنوی هم به دکتر معارفی. یا آدمی که علاقمنده به معارفه، علاقمنده به منبره، علاقمنده به محتوای دینیه، و منبر کاشانی و منبر امام زمان، اصلا این دوتا رو کنار هم لحظه ای به خودش اجازه نمیده که بگه بررسی کنم. ها؟ واضحه، غیر قابل قیاسه، اصلا قیاسش جسارت و بیادبیه. آقا سخن حضرت حق، خدا انشاءالله ما رو با این کتاب آشنا کنه، به ما انس این کتاب رو روزی کنه. این کتاب منبر خود خداست.
منتها هر سخنوری برای خودش آدابی داره دیگه، اصطلاحاتی داره، یه انسی لازمه تا کم کم شما مبانی این سخنران، شیوهش، میخواد روزه بخونه چیکار میکنه؟ دیدین با هم فرق میکنن دیگه. هر کی یه سلیقه ای داره، یه شیوه ای داره. قرآن کریم شیوه منحصر به فرد خودشو داره. قرآن کریم دستبندی نکرده، نه در سطوح مخاطبان، نه در دستبندی مطالب. خودم بعد بگی یا این خدا و رسول تازه کار بودن، نعوذ بالله، هنوز مثلا تحصیلات آکادمیک نداشتن، نستجیر بالله، یا این یه شیوه دیگریه. تحصیلات آکادمیک، نظم در درس، درس به درس، چون این درس به درس عمدتا دانش و محفوظات رو میخواد جا به جا کن. حالا الان بچه های دانش آموز نشستن، من زیرا به کتاب درسی رو نمیزنم، بالاخره این بچه ها بخوان به جایی برسن باید از همین مدارس به جایی برسن اجالتا. فعلا راه دیگری متاسفانه وجود نداره. بعد میره امتحان میده، اول مهر سال بعد خلاصه شیفت دیلیت شده، پاک و تر و تمیز دوباره میره کلاس بعدی، انگار که پارسال را ندیده. این خیلی تضییع عمره، چون مفاهیم و تصاویر ذهنی مونده، اونم که نمیمونه، اونم به ضرب زور امتحان و شب امتحان و جزوه امتحان و کمک معلم و عشق توش نیست. امیرالمومنین صلوات الله علیه شاگرد پیغمبره، با استعدادترین دانش آموز عالم وجود، بچه ها رو میرن امتحان کنن، میرن 6 سالشه، 7 سالشه، 8 سالشه، میگن این با استعداده، ببینیم این تابستون مثلا جهشی بخونه بره سال بعد یا نه، یه آزمون میگیرن. امیرالمومنین قبل از این که نبوت شروع بشه هنوز در کلاس پیش دبستانی معرفت ظاهر امر میخوان ببرنش، سطحش شاید از انبیا بالاتره، چون میفرماد پیغمبر که نگاه میکردم هنوز پیغمبر پیغمبر نشد. عرافیه نور الوحی، من دلم یکی همون سوالات گیه، من محضر امیرالمومنین برسم قیامت، میگه اون چیزی که دیدی فهمیدی نور نبوته رو، حالا که قیامت ما میگه نشون بده ما بفهمیم چی دیدی، چی دیدی که اینو فهمیدی نور نبوته. هنوز پیغمبر پیغمبر نشده بود، نگاه میکرد پیغمبر رو، میفرماد من پیغمبر نگاه میکردم میدونستم ایشون قرار پیغمبر بشه، چون من نور وحی رو میدیدم. اون نور وحی نور بود؟ چی بود؟ بس تو از کجا تشخیص میدادی نور وحیه؟ و اشم من هرا احتا نبوه، من عطر نبوت رو از پیغمبر بغل میکردم، استشمام میکردم. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی، وحی که نازل شد شیطان نعره زد که بدبخت شدیم، من صدا شیطان رو شنیدم. به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله چه نعره ای میزنه این شیطان؟ فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. اون اینکه گیجه مثل من فهم کنه خدا مخواست پیغمبر رو تا 40 سالگی ببرد خلاصه اردو آمادگی آماده نبوت بشه، 40 سال بعد لازم می‌داشته. بعد خب اون انبیا از طفولیت چی چی ان؟ امامان ما که از طفولیت امام شدن چی ان؟ میگه زمان شروع وحی تابع حکمت الهیه، نه اینکه پیغمبر دوران آمادگیشه. پیغمبر لحظه به لحظه به نسبت خودش رشد داره، اما اون کف کار هنوز نبی نشده، اون کسی که وصی این نبی نور وحی رو می‌بینه. حالا این علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میشه برد کلاس اول نشون؟ کلاس اولیا که ایچی، کلاس آخریا نور وحی میبینن؟ میشه همچی چیزی؟ راهی نبود جز این که برای امیرالمومنین کلاس خصوصی بذاره پیغمبر، جلو بود از بقیه دیگه. البته تو کلاس ها شرکت میکرد،
نگفتن امیرالمومنین در مسجد نبود، در جنگ ها نبود، ها در هیچ جا، همه جا بود، اما اضافه تر هم داشت. ما با این اضافه تره مشکلی نداریم. یه مدرسه بچه ها رو همه رو کنار هم جمع میکنه، چهار تا با استعداد توی رشته پیدا میشن، میگه بعد از اون اینا 2 ساعت دیرتر برن، اما اینکه از صبح اینا رو جدا کنن زندگی اینا به خطر میفته. پیغمبر که پیغمبر بود لای مردم زندگی میکن، جدا کنی میگه نمیتونه زندگی کنه و این نمیتونه جامعه رو نجات بده که استعدادی داشته باشه، بلکه دیگران همه شاید مثل یه چوبی که کنار این نهال شکسته میذارن داربست بزنن که این بتونه صاف وایس، این بلد نیست ارتباط با کسی بگیره، این به درد جامعه نمیخوره، این فردگرا میشه. یه مکتبی هست این فردگرایی، این همش به خودش نگاه میکنه، همش دنبال منافع شخصی خودشه. این ایثار نمیفهمه که، در حالی که این دانش آموزی که یه چیزی میدونه تو کلاس میشینه بغلی متوجه نشه زنگ تفریح به این حرف میزنه، تمرین میکنه که تو باید با دیگران حرکت کنی، یه قدمی برای بقیه برداری. پیغمبر امیرالمومنین رو که از همه عالم با استعدادتر و پرتوانتر بود و بلاگردان کل جهان اسلام کرد، هر جا سختی بود او رو میفرستاد جلو. اینجوری نیست که حالا چون تو خوبی تو رو خلاصه میبریم بسته‌بندیت میکنیم یه جا دست کسی بهت نرسه، خب که چی؟ ولی براش کلاس خصوصی هم میذاشت، یه بار صبح یه بار شب. حالا همه رو گفتم برای اینجا. ما یه آدمی رو ندیدیم، مثلا فرض کن یه شخصیتی رو تو تلویزیون دیدیم یا مثلا یه راه دوری، بعدن یا یه جایی فرصت میشه که او رو ببینیم، اولش برای اون جذابه، دومش شاید یه ذره جذابه، سومش یه اندکی جذابه، هر روز 400 باش باشیم عادی میشیم. یه ببینیم این بچه طوری. ما نسبت به حرم امام رضا هم اینطوری هستیم. اگر بگن 20 روز برو مشهد، روز اول و دوم و سوم یه جوریم، روز آخرم که میدونیم دیگه محروم میشیم، شاید اون وسطاش دیگه حالا امروز یه کاری خورد بگیم حالا بعدن میریم، اون ولعه کم میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه از بچگی در طفولیت ظاهری، نه خامی نعوذ بالله، در آغوش پیغمبر بود. هر روز دو بار دوتایی با هم یه گوشه آرام صحبت میکردن که چی میفرمود پیغمبر به امیرالمومنین ما نمیدونیم. شما ببینید که ادب امیرالمومنین به پیغمبر یه قدری خدشه‌دار شده، اینقدر عظمت داشت که یه روزی که بهش گفتش که آقا تو هم نکنه پیغمبری با این همه علمه، فرمود وی حک، یعنی بشکنه دهانت. احساس جسارت به پیغمبر کرد امیرالمومنین. طرف یا ما تو رو میبینیم یاده فلان عالم میفتیم، این مظلومیت اون عالمه که با نگاه مثلا فرض کنید و به فرض مثال میزنم یکی مثل من یاد او بیفتیم، جسارت فوش انگار دادی. حضرت فرمود وی حک، انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد. اینقدم آقا نفرمود که انا عبد الرسول، بنده پیغمبر منم که دیگه شماها نیستین، فرمود انا عبدون، من یه بنده ایم از بندگان پیغمبر. حالت ادبش تغییر نمیکنه. خب چرا اینجوریه؟ یه جهتش اینه که این قرآن کریم مفاهیم رو نیامده دستبندی کنه، منسلخ یعنی لخت، لخم جدای از زندگی بیان کنه، یعنی بیا کلاس درس توحیده، صفت رحمان چیه؟ و با این خارجی ها خیلی تو آموزش خوب عمل میکنن، بیا آقا لغت میخوای یاد بگیری همجوری کلمه حفظ نکن، یه کلمه حفظ نکن، کلمه رو تو متن یاد بگیر.
این کلمه در این جمله به این معناست. اون کلمه در این جمله به این معناست، یعنی در متن کلمه رو یاد بگیر، حتی لفظ رو. برای همین بعضی وقتا کلمات هر جایی نمیشه استفادهشون کرد. سیاه و مشکی هر دو یه معنا دارن، درسته؟ اما موارد مصرفشون فرق داره. نمیگن کلاغ مشکی. بررسی کنید، یه وقتی من 30 تا مورد تو ذهنم بود، الان دیگه حالا وارفتم فقط فکر کنم تا بیا. شما هر کلمه، همین سیاه و مشکی خودم نمیتونید جای هم استفاده کنی، با اینکه معنا یکیه. آقا روم مشکی، روم مشکی نداریم، روم سیاه. مگر سیاه و مشکی فرق داره؟ آقا این کلمه باید تو متن ببینی چه معنایی داره. ما چون کلماتو جدا جدا یاد میگیریم، انگلیسی هم که یاد بگیریم بریم یه جایی اگه بخوام دو تا کلمه حرف بزنیم میگم آی ام بلک بورد روم مشکی. چرا؟ چون الفاظو جدا جدا یاد گرفتیم، همین قاطی پاتی استفاده میکنیم. اون میگه تو متن یاد بگیر. خدا وقتی میخواد معارف به ما یاد بده، نیومده درس بندی کنه، کلاس اول، کلاس دوم، درس شماره یک، بخش اول از صفات سلبی، بخش اول از بخش اول صفات سلبی. ما یه سری محفوظات یاد میگیریم، امتحان میدیم، بعدم فراموش میکنیم، هیچ ربطی هم به صفات ثبوتی و سلبی خدا تومون پیدا نمیشه اصلا. مثلا میگیم این یعنی برای چی گفته بودن به ما؟ یعنی که اسماء و صفات الهی مهمترین راه ارتباط ما با خداست. مثلا ارتباط ما با خدا از راه اسماء و صفاتش. ما با ذات حضرت حق که راه نداریم. پیغمبر ما فرمود سبحانک ما عرفنا که حق معرفتک. پیغمبر ما آقای امیر المؤمنین فرمود سبحانک ما عرفنا که حق معرفتک. ما چی بگم؟ ذات نمیفهمم که. احاطه ای لازمه. بلا تشبیه یه مباحث سنگینی رو که مثلا تو 30 سالگی باید طرف آموزش ببینه، به بچه 2 ساله 3 ساله اصلا نمیتونه تصور کنه، نمیتونه به ذهنش تصور کنه راجع به چی هست موضوع، تا ببینه ما میخوایم راجع به اون چیز چی بگیم. همه ارتباط ما با اسماء و صفات الهیه. اگر ما راجع به اسماء و صفات الهی به شیوه قرآن کریم و اولیاء خدا درست آموزش میدیدیم، ما تو سوره حمد تو آیه دوم میموندیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم نمیتونستیم بریم جلو. دیدی یه تصویر یه فیلم شما میبینی هی میزنی از اول. ما با اسماء و صفات خدا مواجه نشدیم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یکی از آیات قرآن رو می‌فرماد این از غرر آیاته. من اگر این آیه رو بخونم اینجا شما میگه علامه طباطبایی چی گفته، این آیه با بقیه چه فرقی داره؟ ما میخونیم اینا رو رد میشیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. ما میخونیم ما اسم و صفات خدا ارتباط نیست. حالا از اون طرفش او که میخواد اسم و صفات رو یاد بده، او دقیقا در متن زندگی به ما یاد میده. اینجوری نیست که بیاد بفرماد که لتوحید اقسامون، توحید انواعی دارد، درس اول. اینجوری نیست. وسط زندگی ما توحید میگه. توحیدی ترین آیات قرآن در سخت ترین شرایط زندگیه، چون شما اون لحظه ای که به رحمان نیاز قطعی داری، لحظه ای که به غفار نیاز قطعی داری،
لحظه ای که به جبار نیاز قطعی داری با هم فرق میکنه. تو اونجا باید اتفاقا اونو باید تو متن به ما یاد بده. برای همین شما نگاه کن، جنگ میشه، تو جنگ جون که در خطر، اینجا آقا همه آرامش داریم، همه مؤدبن، اما اگر اینجا کروکودیل بیاد دیگه نمیگن. الان هی به این بچه ها میگن آج آقا صحبت میکن، اما کروکودیل بیاد هوس هوس و هیس هیس کسی نمی کنه که. در ترس، در نقاط حساس یکیش ترسه، در فقر قحطی نعوذ بالله بیاد. اگر نعوذ بالله قحطی بیاد، آدم ها به جایی برسن که همدیگه رو میخوان بخورن، یه چایی بیارن بذارن جلو من، طرف یه لگد تو صورت من میزنه، چایی رو من داره میره. اینجا دیگه حاج آقا بخوره نداریم، کوف بخوره حاج آقا. زندگی تو این نقاطه. اونی که میگه لا تقربوا مال الیتیم، اینو کجا میگه؟ اون اونجایی که نگاه میکنه طرف 15 میلیارد تومن تو این نزدیک شدن به مال یتیم یا نزدیک نشدنش فرقه. میبینه اون باقی که 6 سال دنبالشه رو مثلا، حالا نمیدونم با این پولا میشه خرید یا نخرید، مثلا میگه میتونه بخره. اونجا لا تقربوا مال الیتیم، یعنی طلبه تو حجره نشسته عدد 100 هزار تومان بیشتر به خودش ندیده، لا تقربوا مال الیتیم، میگه خیلی واضحه، معلوم میشه چه آدمای عجیب غریبی ان که به مال یتیم نزدیک میشن. چون بزرگتر از فلافل ندیده، میگه ارزش نداره لا تقربوا مال الیتیم. اینا چه آدمای گیجی ان، اینا چه یه سر و دو گوشای خفنی ان، اینا کیان به مال یتیم نزدیک میشن؟ نه آقا، تو متن زندگی معلوم میشه که لا تقربوا مال الیتیم. لذا تو جنگ که میشه، وسط جنگ، عمرو بن عبدود که اومد تو احزاب، از 100 تا کروکودیل وحشتناکتر بود، چون از کروکودیل میشه فرار کرد، از عمرو نمیشد فرار کرد. اونجا معلوم میشه کسی که میگه به ما آسیبی نمیرسه، ما بین حسنیینیم، یا شهید میشویم یا پیروز میشویم. اینو تو کلاس‌های بصیرتی بسیج میشه گفت، همون لحظه‌ای که تیغ زیر گلوته باید ببینی حسنیینو میفهمی یا نه. جای حسنیین وقتی تیغ زیر گلوته. ببینن حالا اینجا لو میدی برن پوست بقیه رو بکنن تو نجات پیدا کنی، یا سرتو ببرن. اینجا حسنیین معلوم میشه. دو تا بزرگی از نظامی ها با هم بحثشون شده بود، حالا نمیگم کی، بالاخره همه جا همه جور آدمی هست دیگه. یکشون میگفت این آقا این شب عمل، اونجایی که عملیات لو رفت ما محاصره شدیم، این پستشو خالی که در رفت. بعد یه تعبیری هم میگفت که روم نمیشه من بگم، شاید اگه من اسمشونو بگم همه تون 99% هم بدونید کیا رو میگه. یعنی یکی وایساد یکی در رفت. همین فکر کردیم فقط اصحاب پیغمبر در می رفتن، امیرالمومنین وای می ساد، ابو دجان وای می ساد، حالا زیر سایه امیرالمومنین بعضی هم در می رفتن، همه جا ممکنه دیگه. هر کدوم اینا رو می فرستادیم منبر، می گفتن شهادت شرف ماست، ولی یکی وایساد یکی در رفت. این معارف رو باید تو متن زندگی باهاش طرف شد. برای همین معنا نداره ما بریم در غار زندگی کنیم، در متن زندگی. لذا تو همون جنگی که همه ترسیدن، همه گرخیدن، نفسها تو سینه حبس شده، بلغت القلوب الحناجر، خدا میگه انگار که کروکودیل اومده دست انداخته گردن من، دهنشو واکنه کل هیکل من خلاصه بین دندوناش گیر میکنه، منو باید خلال کنه. اینجا زلزلو زلزالن شدیدن، اینجا میگه تو خودتو فدای پیغمبر میکنی یا پیغمبر میدی به بالاتر کروکودیل که عمرو بن عبدود تا دری.
لذا توحیدی ترین آیت قرآن اینجاست. اون لحظه ای که زدید با اینکه یک به ده هم نبودین، ضعیف بودین، نیرو نداشتین، اصلا نداشتین، و ما رمیت از رمیت، پیغمبر اون لحظه ای که انداختی تو نباید انداختن رو به خودت نسبت بده. البته اینجا نه که پیغمبر نسبت میده، ولی آموزش قرآن بیانش اینجاست، ولکن الله رما، ماها کاری نیستیم. تو کربلا تیرانداز سیدالشهدا به نقل ابوشعفای کندی، حتی به نقلی از طرف دشمن اومده اینور توبه کرده، بعضی هم راجع به نافع ابن هلال اینو گفتن، حالا کار ندارم، مهم نی. این اومد وایس تیر بندازه، تیرانداز تیر میندازه، سیدالشهدا دست بلند کرد، عرض کرد اللهم سدد رمیته، خدای تیراشو به هدف بزن. میگه 12 تا تیر این داشت، 11 تاشو دیدیم خورد، 12 هم ندیدیم کجا خورد، چون سرعت داره تیر، چشممون یکشو نگرفت. حالا خیلی باید اون تیرانداز گیج باشه بگه حاجی تو دیدی، بازو رو دیدی، کمان رو دیدی. اونجا سیدالشهدا عرض کرد اللهم سدد رمیته، همه زندگی همینه. خدا وسط جنگ میگه به خودت نسبت دادی، به کی نسبت دادی؟ و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یا فرمون فلم تقتلوهم، شما ها نکشتید اینا رو تو جنگ، ولکن الله قتلهم، اراده میکرد که لهتون میکردن. یاد بگیریم به خدا تکیه کنیم. اگر کسی با این اسماء و صفات خدا در ارتباط باشه، موقعی که میخواد نماز بخونه از خجالت خدا نمیتونه بلند شه وایسه، نه اینکه بگه چیکار با من داره این، نماز رو که میخونم، روزه رو که میگیرم، شاید گفتم دیروز واقعا من دیگه نمیام حرم امام رضا، نزدیک قبر شیخ بهایی بودیم، 3 دفعه اومدم اینجا گفتم این کارو بکن، گفتم با نوکرتون کار دیگه ای نداشتین، امر دیگه ای نبود من پیغام بدم به نوکرتون انجام، کجا اومدی تو اصلا امام رضا رو زیارت نکردی، تو نوکرتو زیارت کردی، اینجا ورودی میگی عبدک به بابک، عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، خودم که عبدم چی، بابا ننم هم عبد و کنیزتن، افتخار میکنم، همون جور که امیرالمومنین فرمود انا عبدون من عبید محمد، افتخاری فرمود، نه اینکه حالا دیگه آقا امکانات نبود من شدم عبد، نه خیر. اینجا کوچک در برابر این از این مشهن با عالم قابل قیام تنه به کوها میزنه. رضا اهل بیتی که دستشون پره، سهرها تا مشرف به موت می شدن از خوف خدا. منم چون نمی فهمم میگم یعنی چه گناهی کرده بود، من چون خیال میکنم مثل اون آقا دوزه که هر وقت می گیرنش می غلط کردم، غلط کردم، آقا به خدا من امکاناتم کم بوده، بابا نداشتم، مادر نداشتم، یه رفیق خوب بود و یه بد بود و یه زغال خوب بود و زودی میخواد، انقدر غلط کردم آقا نشد، بار آخرمه. فهم می‌کنه نماز اینطوری، یه اشتباهی می‌کنم بعد می‌خوام یه علکی غلط کردم بگم که بار بعد انجام بدم، بعد که می‌بینه این سوز و گداز اهل، یعنی اینا چه گناهی کرده بود، ما این همه گناه می‌کنیم شب می‌خوابیم نماز اون قضا میشه، اینا چه گناهی کرده بودن از خوف خدا قش می‌کردن. آقا این ظلمت و نفسی چیه؟ لابد برای آموزش ما بوده همه اینا. خدا به ما انس بده یه ذره از اون فهم اهل بیت نسبت به حضرت رب الارباب ما بدا، ساعت لازم نداریم برای نماز شب. همون جوری که اگر حالا مثال میزنم، خاک بر فرق من و تمثیل من، طرف نماز صبحش قضا میشه، گاهی فوتبال جام جهانی وقتیه که دم نماز صبح میشه، یه قاره دیگه است، فوتبال رو دست نمیده، یه ذره آدم محبت داشته باشه به یه چیزی، یه ذره 2000 قده یه توپی که باده توش آدمو بلند میکنه 4 صبح.
از قبل من رفته بودم یه جایی که نمیتونم بگم چون اون عزیزمون صوتهای منو میشنوه. فوتبال یه وقتی همین 4-5 صبح بود، یه جایی بود که میگم کجا، در یخچال وا کردم، میوه پوسکنده، آب میوه آماده، خربوزه ها رو برداشته بود قاچ کرده بود، یه خورد تخمه بیرون گذاشته بود. گفتم مهمون دارید؟ شب دیر وقت بود. گفت نه این مال صبح، حال ندارم، فوتبال میخوام ببینم 90 دقیقه است. مثلا تو 30 دقیقه اول اگه گل خوردیم خربوزه میخورم، اگه زدیم بستنی میخورم، قشنگ مرتب نماز صبح خواب میموند. ولی یه ذره محبت اگر به خدا ما پیدا میکردیم، خدا روزیمون کنه، روح نمیذاره جسم بخوابه. فقط وقتی گرفتارن در خونه خدا نمیرن، همش در خونه خدا میرن. حالا اینو بگم، کم کم میخوام روزه بخونم. اتفاقا اون وقتی که گرفتارتره شاکرتره. من ادبیات حوزه رو خونده بودم، 3 سال درس خونم بودم، اما اونی که میخواستم نبود هنوز، که مثلا یه کتاب عربی بردارم راحت بخونم بفهمم، شعر عربی قدیمی بردارم بخونم، با اینکه بد نخونده بودم. یه استادی پیدا کردم که خوب بود ادبیات، هم فلسفه خوب درس میدادم ادبیات. رفتم گفتم آقا بیا من بعد من ابیابی کنی، خلاصه چی میزنن به ماشین؟ دیاگ. یه دیاگ به ما بزن ببین من کجام، چجوریه، چرا من 3 سال خوندم، خوبم خوندم، اینا رو بلدم، ولی چرا من کارآمدی نداره هنوم. گفت شرط داره، گفتم هر چی باشه. گفت هفته یک جز قرآن رو تجزیه ترکیب میکنی، اهلش میدونن یعنی چی. گفتم چشم. افتخارم میکردم، همین که جواب سلام منو میدادم افتخار میکردم. و وقتی تکلیف میداد، تازه چی؟ ریشام در اومده بود، میگه با 4 تا خودکار، آبی و قرمز و سبز و مشکی، ایناشو این رنگی مینویسی، ایناشو این رنگی. خیلی هم مفید بود اون کاری که میگه. خب آقا من دختر دبستانی هم، همینی که گفتم چشم. دفتر رو نگاه میکرد، میگفت مرتب ننوشتی. من اینو التفات میدیدم، وقت نداشت، وقت سرخوندن نداشت، زندگیش توی شهر دیگه بود، برای تدریس تو دانشگاه تهران یه مدت کمی تهران بود. همین که وقت میداد به ما کنار ماشینش من وایستم 4 تا سوال کنم، کلاسای دیگه‌ش رو شرکت میکردم که دانشجو حال ندارن سوال کنن، ایشون هم طلبه بودم استاد دانشگاه، فرصت گیر میاد من بتونم ازش سوال کنم. 3 ساعت هم گاهی وقتم تلف میشد تا اون سوالا رو بکنم. افتخارم میکردم جواب منو میده، چون جواب بقیه نمیداد، جواب خیلی ها رو نمیداد، اون وقت نداشت، اصلا سخت میگرفت که کسی نیاد، کار داشت، سر شلوغ بود. اونجایی که خدا مبتلا میکنه اهل بیت شاکرترن، میگه آدم حسابم کرده، میخواد رشدم بده، کرمشه. مربی ورزشکار رو تو اردو جدا میکنه، خاص براش برنامه سنگین میذاره، نمیگه این معلومه چه پدرکشتگی با من داره، میفهمه که این میخواد من قهرمان بشم. لذا هر چی براش بیشتر وقت میذاره بیشتر شرمندشه. وقت گذاشتن مربی یعنی چی؟ یعنی برو زیر وزنه بیشتر، طولانی تر. وقت گذاشتن یعنی این دیگه، دوره هم که چای نمیخورن که، فشار بیشتر، اما این فشار بیشتر لطف بیشتر. از اون لحظه‌ای که زیر فشار شدیدتره، مؤدبانه تر از قبل، شاکر تر از قبل. حالا همه رو گفتم برای اینجا. اهل بیت ادعیه‌ای دارن، با خدا صحبت میکنن. اشتباه محض ما خیال کنیم اون لحظه‌ای که امیرالمومنین صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تو خاک گذاشته داره دعا میکنه، چون در هم شکسته است داره دعا میکنه، این مال بیچارگی منه که شب عروسی زهرا علی سلام الله علیهما رو نمیدونم چه دعایی کرده.
اینا لحظه شادیشون با لحظه غمشون یا فرقی نداره، چون خودشونو محفوف پتو پیچ در آغوش خدا میبینن، در رحمت محض. میدونین خدا ظالم که نی، هم بلده منو چجوری رشدم بده، علیمه، هم علمشو داره، هم بلده یعنی توانشو داره، قدیره، قادره، هم مهربان رحیمه، سرکار نمیذاره که مثلا مثل معلمی که نعوذ بالله اعصابش خرد میشه بگه از این دست 16 دفعه بنویس که دفعه بعد به سر خوبی باشی، جریمه علکی نمیکنه، هر کاری میکنه برای اثر مهربانیه. لذا اگر التفاتی رخ بده او بیشتر شرمنده میشه، شاکرتر میشه. همون ادعیه‌ای که هر روز دارن و با یه سوز و گدازی در سحر به خدا التماس میکنن، همونو در سختی ها و خوشی ها همونو میگن. 100,000,000,000,000 بهش برسه همون سحر، 100,000,000,000,000 پول داشته باشه همون سحر به خدا میگه خدای فقیرم و زار میزنه، چون میدونه فقر مال منه، بینیازی مال اونه، اراده کنه اینا هیچه، اینا اعتبار نداره. اینایی که اهل رمزرزن یه قدری میتونه توحیدشون قوی بشه، نگاه میکنه تو حسابش اینقدر از فلان رمزرز هست، میره چایی میخوره برمیگرده مثلا حک شده صفره، هیچ وقت نمیشه بهش دل بست، روش نمیشه حساب قطعی کرد. این خیلی خوبه آدم یاد بگیره که این ما تمام داشته هامون همین جوری به آب بنده. من منبر رفتم 10 سال پیش در یه جلسه خیلی معظم مهمی، شاید تا رو منبر نگفته باشم اینو، 10 دقیقه از منبر که گذشت اصلا یادم رفت راجب چی داشتم حرف می زدم، امروز جلسه مناسبتش چیه، تا حالا چی گفتن. 30 ثانیه صبر کردم که خب من بگم ببخشید امروز الان فاطمیه، الان عید قدیره، گفتم الان اینو این خوله که این بالا، بعد چی گفتم، موضوع بس چی بود، تا کجاشو گفتم. یه لحظه یو حافظه من و این اون هاردی که سکتور و بد سکتور و فلان میگیره یو زد سفید سفید آکمن، یه 30 ثانیه مکس کردم. صوت و فیلمش بود، بعدم به یه جهاتی پاکش کردم. یهو گفتم خدای دیگه حالا یه چیزی دیگه میگم دیگه، شروع کردم به حرف زدن، یه روب حرف زدم، هی تو این یه روبی که حرف زدم میگفتم آقا این الان میگه خوله، این یه چیزی داشت، نمیدونستم که چی گفتم که الان دارم چی میگم. یه روب بعد دوباره فراموش کردم، صفر، دوباره یه 30 ثانیه‌ای این دفعه دیگه موضوع رو عوض کنم، یکی بلند میشه مرتی که ما وقتمون از سر راه بردیم، چرت و پرتا چیه میگیم، اون چی شد، اون چی شد، ما بیام پایین. مدا هم معروف بود ولی رفیقم بود، این یه جای دیگه جلسه داشت، میدونستم تو مثلا این ساعت نمیرسه که بیام جلسه منفجر میشد، هم مجبور بودم، میگو بلد نیستی اگه حرف زدن بلد نیستی، خلاصه پایین اومدنی که بلد، اینجا پایین اومدم نمیشد، چون نمیشد جلسه رو نیم ساعت نگه داشته اون برسه. احساس کنم تریلی رو دوشمه. دوباره شروع کردم یه بحثی رو گفتن. دیگه اصلا با یه سر شکسته و خلاصه 10 دقیقه رو بعد اومد و رفیق ما اومد و روزه خونم هم روزه خوندیم و رفتیم، بهش پیام دادم آقا من دیگه نمیام یادتون، نمیام این صندلیتون چیه، خلاصه رو هارد دیسک ذهن ما اصلا هیچی یادم نمیاد. و من که تعریف شنیدم نمیدونم، حالا میپرسم بهت میگم. شاید من 100 جلسه اون هیئت منبر رفتم، تنها جلسه‌ای که ازش کلیپ درست کردن همون جلسه بود. ببین بقیه چی بوده. من هر ستاشو راجع به شرایط امام حسن در کوفه یا عنوان عادی هم نیست صحبت کرده بودم، فقط 2 تا 30 ثانیه توش مکس کردم. خدا میخواد بگه ببین جوجه هیچی نیستی،
بخام حرف میزنی، علمه البیان، بخام حرف میزنی اراده کنم لال میشی، علمه البیان. ما چون راحت حرف میزنیم تو حرفای عادی، استادمون خدا رحمتش کنه تو کرونا از دنیا رفت، گفت رفتم خونه رفیقم نبود، دخترش اومد پشت آیفون، گفت آقا بابا نیست، بگم کی تشریف آورده؟ من هرچی فکر کردم اسمم یادم نیومد، هرچی فکر کردم بگم کی، روم نشد بگم، گفتم حالا یه عرضی هست دوباره برمیگردم، هرچی فکر کردم یادم نیومد. حالا بدبخت اون کاشانی که رو خودش حساب کنه. لذا اهل بیت اون لحظه‌ای که دارن زجه میزنن، مغفرت برای چیه؟ برای اینکه ازش بگ نگیرم، من هیچی نیستم. اون لحظه‌ای که تو بلا قرار میگیره زجه میزنه، یه آدم حسابم کردی میخوای رشدم بدی. لذا تو اوج مصیبت یا اوج شادی یا حالت عادی فقرشو فراموش نمیکنه. حالا شما همه اینا رو مثلا امروز منبر رفتم برای اینکه یه پیشنهاد دعا به شما بدم. این دعا اهل بیت میخوندن در اقبال سید، غیر از این مورد که سید الشهدا خونده ائمه دیگه هم خوندنش. نه ائمه دیگه خوندن وقتی بیچاره بودن، ما وقتی گرفتاریم تا در خونه خدا میریم. اونا همواره در خونه خدا هست. این دعا رو همه اهل بیت تقریبا میخوندن، ولی سید الشهدا تو قتلگاه هم خونده. همه این توضیحات دادن، فکر نکنید سید الشهدا چون تو قتلگاه این حرفا رو زده. سید الشهدا اگر پیروزم میشد در کربلا، تمام اینا رو میکشت، حاکم جهان اسلام میشد، سحر میخواست دعا کنه همینا رو میگفت، چون خدا که تغییر نکرده، فقر من تغییر نکرده، مجد او هم تغییر نکرده، باقیش هم کشک. من همه رو گفتم تا اینجا. مفاتیحی که تو خونه همه هست، تو اعمال روز سوم شعبان که ولادت سید الشهدا است، این دعا هم هست. کی حالا خونده؟ آقا نگاه کن، اهل بیت به ما یاد دادن ما با خدا چجوری حرف بزنیم. اهل بیت به ما یاد دادن خدا کیه. اگر ما تو اولین مشکل رو پیدا کنیم، اول با او دعوامون میشه. اون آخرین نوشتن، آخرین مناجات سید الشهدا. آخرین مناجات سید الشهدا چی آقا؟ اون لحظه ای که صورتش رو خاک بود، هر چه تلاش کرد پشت بنشینه نمیتونست. لحظه ای که صورت و بینی مبارک رو خاک قرار گرفته بود، خد مبارک، گونه های مبارک خاک آلوده بود، تریب بود، ظاهرش در ناتوانی مطلق بود، قد اثخن بالجراح، از خون مبارکش اطراف بدنش زمین گل شده بود، قد اثخن بالجراح. بعد میگه که مال این صحنه هاست که اول دیدن قدری چپ و راست بدن تکون خورد، دست و پا زدن داشت، حتی سکنت، بعد دیگه آرام شد، دیگه جون دست و پا زدن هم نداشت. یعنی در ناتوانی ظاهری محض، یه نگاهش اینه که منسوب به امام زمانه، تدیر و طرفن، یعنی گوشه چشمه، طرفن خفیان الى اهلک و رهلک، تا اون لحظه آخر گوشه چشمش به سمت خیمه ها بود. میگه دیدم لبهاش تکون میخوره، دیگه صدا خف شده. ما یه ده روز یه ذره گریه میکنیم صدا اون میگیره. اینقدر بدن زخم و جراحت و داغ و اشک و حالا این ناتوانی به این شکل، صورت رو خاک افتاده. میگه دیدم لبهاش تکون میخوره ولی من خیلی جوهر نداره. گفتم میخواد ما رو نفرین کنه، میخواد بگه خدایا این همه عبادت کردم ناموسمو بین اینا ول کردی، میخواد از خدا گله کنه. بی خودی نیست که انبیا به نوکری او افتخار میکنن،
معلم وحی اگر میخوای ببینی. گفتم ما رو نفرین میکنه، داره گله میکنه، میگه مرام نبود، این رسمش نبود با من اینجوری کنی. میرفتم جلو گوشم رو نزدیک کردم، عرض کردم این دعا دعای ائمه دیگه هم هست، تو وقتای دیگه خوندن، دیدم داره بیان میکنه که اللهم انت متعال المکان، خدایا عظمت تو بزرگه، عظیم الجبروت، صاحب جبروت تویی، کار دست توه، شدید المحال، کسی زورش به تو نمیرسه، قوت در این عالم هست مال توه، غنی عن الخلائق، بی نیازی از مخلوقات، تو به حسینت نیاز نداشتی برای هدایت دیگران، منت گذاشتی منو انتخاب کردی، این عرصه رو برای من فراهم کردی، تو میخوای هدایت کنی، هدایت رو به گردن من انداختی، بقیه منو نگاه میکنن. دکان سید الشهدا از دکان خدا رونقش بیشتره. سید الشهدا همونجا به خدا عرض کرد غنی عن الخلائق، تو نیازی به من نداشتی. عریض الکبریا، بزرگی و مجد تو عریض بزرگ، قادر علی ما تشاء، تو بخوای کاری بکنی به نیرو و ادوات و به اینا نیاز نداری. ما انصافا تو این شرایط قرار بگیریم با اون غیرتی که نمیدونیم چقدره، ناموس خدا در اون شرایط قرار بگیره. بعد میگه ما با هم وعده ای داشتیم، میگه داشت سید الشهدا میگفت به خدا صادق الوعد، تو وعده دادی همیشه وعدت صدق بود، منت گذاشتی. نگاهشو ببینید، این یه ما رأیت الله جمیلای تفصیلیه، ما رأیت الله جمیلای حضرت زینب اجمال پس از این تفصیله. اینجا فرموده خلاصه شو حضرت زینب گفتن دیدی با داداشت چی کار کرد، و ما رأیت الله جمیلا سابق النعمه، من یادم نمیره نعماتی که بهم دادی، حسن البلا، دیدی ها میگن خیلی امتحان سخت بود، این چه امتحان مزخرفی بود، کدوم امتحان سخت‌تر از کربلا؟ سید الشهدا عرض کرد حسن البلا، مراعات منو کردی تو این امتحان، حسن البلا، قریبون اذا دعیت، هر وقت صدا زدم به من نزدیک بودی، به من توجه کردی. بعد اینجوری فهم صورت رو خاکه، صدا هم جوهر نداره، عرض کرد ادعو که محتاجن، به تو نیاز دارم، و ارغب الیک فقیرا، خدایا فقر محض منم، و ابکی الیک مکروبا، با دل شکسته دارم گریه میکنم. سلام الله علی الحسین. ما اگه اینا رو نمیدیدیم که همین قدم نمیفهمیدیم. حالا دو تا جمله روزه بخونم تعبیل بدم، ببخشید سر شما رو زیاد درد آوردم، یه خورده مکس کردم تا شون تشریف بیارن، وقت شما گرم خلاصه گرفته نشه، ببخشید. سی هزار لشکر در طرف مقابل انقدر زیورالات نبود به همه برسه، این وحشی ها حیوانات وحشی رو ببینید، یه شکار اگه کوچیک باشه اینا زیاد باشن از هم میقاپن. یه وقت با آرامش وقت داره میگه خب آقا این زیور رو باز کن بده من، یه وقت دیدی آقا میگیره در میره بقیه به دستش نیارن. برای دیروز نوشتن تسابق القوم، از هم سبقت میگرفتن، علا نهب خیام آل رسول، برای غارت خیمه های پیغمبر از هم سبقت می گرفتن. دیگه وای نمی ساد که این بچه زیورالاتشو خودش در بیاره. اینا بنات الوحین، عبارات عربی راجع به اینا اینه، بنات الوحی، دختران وحی، کرائم التنزیل، آیات قرآن. اینا عفیفه بودن،
اینا وقتی حمله میکردن، هیچ وقت من یادم نمیره قد این بچه های جلو منبر بودن فوتبال بازی میکردن، بچه تر از الان بودن، موتور تازه فرق داره، موتور دو تا چرخ داره، یه تکون بدی سر میخوره، یه راننده و پشت سریش حرکت کردن کیفه یه خانومی رو به کیفشو، اینقدر کیف که حساس نیست، کیفو که کشیدین خانومه کیفو نگه داشت، بعد رها میکرد کیفو نگه داشت، افتاد رو زمین کشیده شد. هیچ وقت اون صحنه از ذهن من نمیره. اینا با اسب، اسب چهار پا داره، وزنش زیاده، استقرار داره، سطح اتکاش قابل قیاس نیست. اگر بگن یه جمله مشترک در همه مقاتل قدیمیه توی بعض اینجای مقتل، اینه متاسفانه. شیخ مفید میگه، راوی میگه انگار الان جلو چشممه، اینا با اسب با سرعت که حمله میکردن، چون وقت نداشتن، پشت سری هم داره راه میرسه، هر کس میرسید اولین چیزی که دم دست بود چادر بود. اینا هم دختران وحی بودن، نگه میداشتن، امتنا میکردن.